مؤسسه مثبال حسین علیه السلام همچنان به خدمات رسانی به زائرین اربعین ادامه می‌دهد. با ادامه حضور زائران پس از پایان مراسم زیارت اربعین حسینی به سمت شهر مقدس کربلا، مؤسسه مثبال حسین علیه السلام همچنان به ارائه خدمات به زائران در کربلا ادامه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، مؤسسه مثبال حسین علیه السلام با همکاری مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام و سازمان خیریه IHC و حوزه علمی سید الشهدا علیه السلام وابسته به دفتر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی به ارائه خدمات به زائرین محترم از جمله غذا، مسکن و سایر خدمات ضروری ادامه می‌دهد. در پایان شایان ذکر است حیدر الفتلاوی مسئول فعالیت‌های میدانی مؤسسه مثبال حسین علیه السلام اظهار داشت ارائه خدمات از قبیل غذا، مسکن و سایر خدمات ضروری به زائرین تا خروج آخرین زائر از شهر مقدس کربلا ادامه خواهد داشت. خبری از شهر نجف، حرم مطهر امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نجف اشرف به مناسبت بزرگداشت مصیبت دردناک شهادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله سیاه پوش شد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، حرم مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام با بنرهای سیاه به مناسبت شهادت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله سیاه پوش شد. همچنین حرم مطهر حسینی و عباسی نیز پس از زیارت اربعین حسینی در شهر مقدس کربلا خود را برای بزرگداشت شهادت نبی اکرم صلی الله علیه و آله در 28 ماه صفر آماده می کنند. همچنین مسلمانان در کشورهای مختلف جهان علاوه بر بقاع متبرکه در عراق، ایران و سوریه در حسینی ها و مراکز اسلامی مختلف جهان با برنامه های ویژه‌ای به مناسبت سالروز شهادت پیامبر خدا خود را برای بزرگداشت این مناسبت آماده می سازند. به همت حوزه علمیه زینبیه از مراکز علمی فرهنگی مرتبط با دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در منطقه سید زینب در حومه دمشق بزرگترین مراسم عزاداری پیاده‌روی اربعین حسینی در تاریخ کشور سوریه برگزار گردید. گفتنی است در این مراسم هزاران تن از شیعیان و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام حد فاصل میان حرم حضرت رقیه سلام الله علیها در مرکز شهر دمشق پایتخت سوریه را تا حرم عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها را با پای پیاده پیمودند. در همین راستا شیخ حسن عبدالهادی شهرستانی مدیر حوزه علمیه زینبیه ضمن اعلام این خبر گفت با هدف حمایت لوجستیکی از این شعیره حسینی تعدادی اتوبوس برای حمل و نقل شرکت کنندگان در این مراسم به کار گرفته شد و همچنین در طول مسیر از عزاداران حسینی با آب، غذا و برخی دیگر اقلام پذیرایی گردید. و خبری از پاکستان، معاون بازرس کل ایالت خیبر پختونخوا اعلام کرد شواهد محکمی از دست داشتن شبکه حقانی در حملات تروریستی به پاکستان وجود دارد. سهیل خالد معاون بازرس کل ایالت خیبر پختونخوا اظهار داشت حدود 2500 تروریست پاکستانی و افغانستانی در سراسر پاکستان آماده فعالیت‌های تروریستی هستند. و افزود شواهد محکمی از دست داشتن شبکه حقانی در حملات تروریستی به پاکستان وجود دارد. این مقام پاکستانی گفت بیشتر حملات انتحاری در 8 ماه گذشته توسط تروریست های افغانستانی صورت گرفته و تمام این اطلاعات به طور رسمی تایید شده است. سهیل خالد گفت اعضای تحریک طالبان پاکستان اکنون آزادانه در افغانستان رفت و آمد می کند، در حالی که این گروه در گذشته اجازه و چنین فرصتی را نداشت. هیئتی از میانمار برای بازدید از کمپ پناهندگان روهینگیا به بنگلادش سفر کردند تا
برنامه بازگرداندن پناهندگان روهینگیا در 3 ماه آینده را آغاز کنند. می ماینول کبیر، مسئول وزارت امور خارجه میانمار گفت که انتظار می رود یک هیئت میانماری برای 3 بار از آوارگان روهینگیایی ساکن در سواحل جنوب شرقی بنگلادش بازدید کند تا بازگرداندن آنها به کشور در 3 ماه آینده آغاز شود. نور هاشم، یکی از رهبران روهینگیا که آخرین بار با تیم میانمار دیدار و گفتگو کرد، گفت که آنها می‌خواهند به همان روستایی که نسل‌هایشان در آن زندگی می‌کرده بازگردند و حقوق شهروندی خود را داشته باشند. گفتنی است بیش از 1.2 میلیون مسلمان روهینگیا که به اجبار از میانمار آواره شدند در 33 کمپ پناهجویان در بازار کاکس زندگی می کنند و 30,000 نفر دیگر به بهاسانچار، جزیره‌ای در خلیج بنگال، نقل مکان کردند. خبرگزاری فرانسه نوشت دولت چین از سال 2017 شروع به جمع‌آوری اویغورها در منطقه شمال غربی چین تحت آنچه سیاست ضد تروریسم مینامد کرد. گفته می شود بیش از 1 میلیون نفر بازداشت شدند. گزارش های مبنی بر سوء استفاده های گسترده از جمله خشونت، تجاوز جنسی و آموزش سیاسی عقیدتی در این زندان ها منتشر شده است. ایالات متحده این برنامه را نسل کشی نامید و سازمان ملل نیز گفت که ممکن است جنایت علیه بشریت باشد. حالا گزارش ها حاکی از آن است که خانه و کسب و کار افراد بازداشتی سوت و کور است و بسیاری از آنها رو به ویرانی است. اعضای خانواده بازداشتی ها هم تحت فشار هستند و با کوچکترین برخوردی بازداشت می شوند. چین هرگز هویت اکثر افرادی را که گفته می شود زندانی کرده فاش نکرده است و بازداشت آنها را در مراکز خود تحت عنوان مدارس حرفه‌ای نامگذاری می کند. پکن می گوید همه شرکت کنندگان زندانیان در سال 2019 فارغ التحصیل شدند. منابع خبری عراق از حمله پهپادی ترکیه به مناطقی در استان نینوا در شمال غرب عراق خبر دادند. شبکه تلویزیونی القدیر عراق اعلام کرد که مناطقی در استان نینوا توسط پهپادهای ترکیه هدف قرار گرفته شدند. دستگاه مقابله با تروریسم اقلیم کردستان عراق همچنین کشته شدن 3 تن از نیروهایش را تأیید کرد. ترکیه طی هفته‌های اخیر بارها مناطقی مختلف از خاک عراق را به بهانه مبارزه با عناصر PKK هدف حملات خود قرار داده است. این در حالی است که بغداد این حملات را مصداق نقض حاکمیت و تمامیت ارضی عراق دانسته و خواهان توقف حملات ترکیه شده است. و اما خبر آخر، به گزارش رویترز، سنی‌های تندروی القاعده اعلام کرد که عناصر این گروه به نیروهای ارتش بورکینافاسو در منطقه کمبری استان یاتینگا واقع در شمال این کشور حمله کردند. ستاد ارتش بورکینافاسو اعلام کرد که 17 سرباز و 36 نیروی همکار ارتش در حمله تروریست‌ها در شمال کشور کشته شدند. گفتنی است 1 روز پس از حمله مرگبار به نیروهای ارتش بورکینافاسو که مجموعاً 53 کشته بر جای گذاشت، سنی‌های تندروی القاعده مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. بورکینافاسو از سال 2015 میلادی با حملات تروریستی مکرر گروهک‌های وابسته به سنی‌های تندروی القاعده و داعش روبروست که در ماه‌های اخیر بر شدت آنها افزوده شده است.